به نام خدای یکتای بی همتا، یگانه راه پیشرفت وطن یک پارچگی و اتفاق آن است. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید: و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. و همگی بر ایسمان الله، یعنی قرآن و اسلام، چنگ بزنید و پراکنده نشوید. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، بر راسته پیامبر صلی الله علیه و سلم با رسالت آمده که به یک پارچگی و مهربانی دعوت می کند و از تفرقه و اختلاف باز می دارد، چنانچه اختلاف را از میان عرب برداشت و آنها را ملتی یک پارچه گردانید و میان آنان برادری ایمانی برقرار نمود و میان دلهایشان رابطه مهربانی و الفت ایجاد کرد، طوری که خداوند متعال می فرماید: انما المؤمنون اخوه، یقینا مؤمنان برادر همدیگر هستند. در آیت دیگری می فرماید: و بین دلهای آنها الفت داد. اگر تمام آنچه را که در روی زمین است خرج می کردی، نمی توانستی بین دلهایشان الفت دهی، ولی الله در میان آنها الفت داد. همانا او پیروزمند حکیم است. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم به مهربانی، محبت و همکاری با یکدیگر دستور داده است، طوری که می فرماید: مؤمنان در دوستی، مهربانی و همکاری با یکدیگر مانند پیکری هستند که اگر یک عضو آن به درد آید، سایر اعضا با بیخوابی و بیقراری و تب با آن هم نوا می شود. با وجود آن، این الفت و مهربانی تنها منحصر در میان مسلمانان نیست، بلکه همه مردم را در بر می گیرد، طوری که حق تعالی می فرماید: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أي مردم، بیشک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگار ترین شماست. بیگمان الله دانای آگاه است. و اینچنین قرآن کریم هنگامی که پیرامون برادری انسانی میان پیامبران و مخالفین عقیدویشان سخن می گفت، بر این امر تاکید کرده است. چنانچه خداوند متعال می فرماید: و الى عاد اخاهم هودا و ما بسوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم و الى ثمود اخاهم صالحا و بسوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم و الى مدین اخاهم شعیبا و بسوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. پس از آن که خداوند متعال داستان پیامبران گذشته را بیان نمود، در پایان فرمود: و این هذه امتكم امتا واحده و انا ربكم فاتقون. و بیگمان این امت شما امت واحدی است و من پروردگار شما هستم، پس از من بترسید. و در آیات دیگری فرمود: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بتردید این است آیین شما که آیین یگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش کنید. امام بغوی رحمه الله میگوید: خداوند متعال همه پیامبران را برای اقامه دین، ایجاد الفت میان مردم، ترک اختلاف و تفرقه گرایی فرستاده است. بدون تردید دعوت اسلام به سوی یکپارچگی و اتفاق و ریشه‌کن کردن اختلاف و خودخواهی یکی از عوامل مهم حفاظت بر قوت و پیشرفت وطن و سلامتی مجتمع می باشد. زیرا به هر اندازه که در مجتمع ضعیف افراد قوی بوده باشند، باز هم مجتمع ضعیف و ناتوان باقی می ماند. و برعکس، اگر در مجتمع قوی افراد ضعیف بوده باشند، حتما قوت و توانایی خیش را از قوت مجتمعی می گیرند که در آن زندگی می کنند. بنابراین اسلام ارزش شهروندی را بلند نموده و تأکید کرده که وطن برای همه شهروندان آن است و با همه آنها باقی می ماند. زیرا یک پارچگی وطن می خواهد تا نباید میان فرزندان آن بنابر اساس دین، رنگ و نوعیت
تمایز و تفرقه بوده باشد، چون هیچ عربی بر عجم یا عجم بر عرب و هیچ سفید پوست بر سیاه پوست برتری و فضیلت ندارد مگر به تقوا و پرهیزگاری و انجام اعمال نیک. و سند مدینه منوره که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را همراه یهود مدینه امضا نمود بر همین اصول استوار بود، طوری که برای یهود همه حقوق، آزادی، امنیت و آرامش مسلمانان را داده بود و در مقابل از آنها پیمان گرفته بود تا همراه مسلمانان مشترکان از مدینه منوره دفاع کنند. این موضوع به صورت قوی تأکید می کند که در اسلام وطن شامل همه شهروندان می شود و گنجایش همه آنها را دارد، به شرط که آنها ملتزم بر وجایب و مسئولیت هایشان بوده باشند. همچنین اسلام ارزش کار کردن و سازماندهی، کار کردن گروهی و سازماندهی شده را بلند برده و یک پارچگی همکاری در انجام مسئولیت ها و ریشه‌کن کردن اختلافات را واجب دائمی ملت در هر زمان و مکان قرار داده است. این موضوع دستور و فرمان خداوند متعال در قرآن کریم است، طوری که می فرماید: و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، و همگی بر ریسمان الله یعنی قرآن با اسلام چنگ بزنید و پراکنده نشوید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: همانا خداوند متعال از سه کار شما خوشنود می شود و سه کار را برای شما زشت می پندارد. پس خوشنود می شود اینکه تنها او را بپرستید و هیچ چیزی را با او شریک نسازید و اینکه همگی بر ریسمان الله یعنی قرآن و اسلام چنگ بزنید و پراکنده نشوید. زشت می پندارد اینکه زیاد بگو مگو کنید یا بیش از حد گداگری و سوال کنید و یا مال خود را ضایع بسازید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امتش بهترین مثال برای یک پارچگی اتفاق و همبستگیشان بیان نموده است، چنانچه می فرماید: مسلمان برای مسلمان مانند یک ساختمان است، برخی آن برخی دیگرش را قوی و مستحکم می سازد. قرآن کریم برای ما بهترین نمونه های از یک پارچگی را بیان نموده که باعث حفاظت، نگهداری وطن و سلامت مجتمع می گردد. از آن جمله طوری که حضرت یوسف علیه السلام پلان درست و دقیق خود را آماده ساخت و همه مجتمع متحدانه برای تحقیق اهداف و آرمانهایشان به پشت سر او قرار گرفتند و این پلان را به صحنه عمل تطبیق نمودند. پس هر شخص به قدر توان طبق منهج تعیین شده با هم تعاون و همکاری نمودند تا باشد به اهداف مورد نظرشان برسند و برای سرزمینشان سعادت، کامیابی، تقدم، حمایت و قدرت اقتصادی متحقق گردد. پس مردم از هر گوشه و کنار دنیا آمدند تا از خیرات مصر مستفید شوند، طوری که خداوند متعال بر زبان حضرت یوسف علیه السلام چنین می‌فرماید: یوسف گفت 7 سال پی در پی با جدیت زراعت کنید، پس آن چرا درو کردید جز اندکی که میخورید بقیه را در خوشعش باقی بگذارید. سپس بعد از آن 7 سال، سال سخت قحطی میآید که آن چرا برای آن سالها ذخیره کردید میخورید جز اندکی از آن چی که برای بعض ذخیره خواهید کرد. سپس بعد از آن 7 سال، سال فرا می رسد که باران فراوان نصیب مردم می شود و در آن سال مردم افشردنی ها را می فشارند. همچنین اسلام به هر امر تشویق و ترغیب نموده که باعث اتحاد، انسجام و اتفاق مجتمع می شود. پس به مهربانی، نرم خویی، محبت دستور داده است، طوری که خداوند متعال می فرماید: پس به سبب رحمت الهی است که تو با آنها نرم خو و مهربان شدی. اگر تند خو و سخت دل بودی قطعا از اطراف تو پراکنده می شدند. پس از آنان در گذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتی بر الله توکل کن، زیرا الله توکل کنندگان را دوست می دارد. پس مهربانی و نرمخویی باعث یکپارچگی انسجام دلها می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: دین آسان است و هر کس آن را بر خود سخت بگیرد سرانجام خسته و درمانده می شود. پس راه راست و درست و میانه را در پیش بگیرید و به درستکاری و میانه روی خوشحال باشید و از عبادت صبح و شام و پاسی از شب کمک بگیرید. همچنین می فرماید: من با دینی بعوث شدم که حق و آسان است. همچنان به نشر الفت و امنیت میان همه افراد مجتمع و با اختلاف باورها و قواعدشان دستور داده است، خداوند متعال می‌فرماید: و قولوا للناس حسنا و به مردم سخنی نیک بگو. و در آیت دیگری می‌فرماید: الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند نهی نمی‌کند. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست می‌دارد.
و پیامبر صلی الله علیه و سلم با غیر مسلمانان با همین منطق قرآنی رفتار میکرد. پس همیشه با آنها خوبی مینمود، هدیهشان را میپذیرفت، دعوتشان را اجابت و بیمارشان را عیادت میکرد تا باشد آسانگیری این دین را بد نمایش گذاشته، یک پارچگی و انسجام مجتمع را حفظ نموده باشد. براستی مسئولیت، مسئولیتی وقت و فقه اولویت ها باعث می شود و حتمی می گرداند تا همه فرزندان مخلص و چیز فهم مجتمع باید با هم در یک قطار متفقانه بیستند تا در هر بخش کار برای وطنشان توانایی و خودکفایی را رقم بزنند. پس باید برای تحقیق خودکفایی وطن، پزشکان، حقوقدانان، انجینران، کشاورزان، آموزش و پرورش و همه کارشناسان و صنعت پیشه ها برای توسعه و تطویر روحی بخشش و فداکاری برای میهن با هم تعاون و همکاری نمایند. پس برخی زحمت بکشد و با دستان خود کار کند و دیگری مال خود را برای آبادانی و پیشرفت مجتمع به مصرف برساند و آن شخص سومی برای مردم تعلیم بدهد. اینجاست که همه انرژی و استعداد وطن به خدمت وطن استخدام می شود. این موضوع از اصول و اساسات دینی ماست، زیرا خداوند متعال همه ما را بدون استثناء با واژه عام خطاب نبوده به کار و تلاش دستور می دهد، طوری که می فرماید: او کسی است که زمین را برای شما رام گردانید، پس در گوشه و نواحی آن راه بروید و از روزی او بخورید، بازگشت همه به سوی اوست. در آیت دیگری می فرماید: پس هنگامی که نماز پایان یافت، برای کسب رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. برادران مسلمان، کسی که به صورت درست حوادث و تاریخ را پیگیری و مطالعه کند، به خوبی می داند که تفرقه گرایی و اختلاف یکی از اسباب شکست و ناتوانی بوده است. قرآن کریم ما را از این پدیده شوم هشدار داده است، طوری که می فرماید: و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند، پس از آن که دلایل روشن برایشان آمد و اینان برایشان عذابی بزرگند. و در آیت دیگری می فرماید: و با هم دیگر نزاع نکنید که سست شوید و قوت و محبت شما از میان برود، صبر کنید، بیگمان الله با صابران است. همچنین نزاع و اختلاف قوت و محبت ملت را از میان میبرد، باعث ناتوانی و سستی آن میشود. همین هشدار از اختلاف کافی است که کسی بر آن بمیرد، بر جاهلیت مرده است. و همین خاطر اسلام بر ضد هر رفتار و پدیده‌ای که باعث اختلاف و تفرقه می شود اعلان جنگ نموده است. پس می بینی که اسلام از نجات پرستی که یکی از آثار تعصب زشت و جاهلیت است من نموده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: همانا خداوند متعال از شما عیوب جاهلیت و افتخار و پدران و نیاکان را دور کرده است، پس با یا مسلمانی پرهیزگار می باشید یا فاجری بدبخت. شما فرزند آدم هستید و آدم از خاک آفریده شده است. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان نموده که مردم همه در حقوق و وجایبشان با هم برابر هستند، طوری که می فرماید: ای مردم، آگاه باشید که پروردگارتان یکی و پدرتان یکی است. آگاه باشید که هیچ عربی بر عجم یا عجم بر عرب، همچنین هیچ سفید پوستی بر سیاه پوست یا سیاه پوستی بر سفید پوست برتری و فضیلت ندارد مگر به تقوا و پرهیزگاری. بار خدایا صف ما را یک پاچه بگردان و در دلهای ما نسبت به یکدیگر الفت و مهربانی قرار بده و ما را به آنچه موفق بگردان که دوست داری و خوشنود میشوی و ما را در گفتار و کردار ما مخلص بگردان. مصر و همه کشورهای اسلام را حفظ نما. آمین یا رب العالمین.